تراسی والان موشه مراشای لذی یعقوب تلمیده اخامیم هنه و گوته هم رفتارهای تلمیده اخامیم مفارشیم مفصلین ایراد گرفتن بر چیزی که نوشه آرامام در فصل شیوم از این خود دعود علاقه آلف و بد که همونطور که فرد اخام مشخص از نظر علم و دانشش همینطور لازمه که مشخص باشه در اعمالش، در خوراک خوردنش، نوشیدنش، در روز زناشوییش، در انجام دادن نیازاش، در گفتارش، راه رفتنش و همینطور سایر رفتاره دیگه و باشن تمام این اعمال زیبا و کاملا اصلاح شده. چجوری تلمید خام پرخوری نکنه بلکه بخوره خوراکی هایی که شایسته است برای سلامتی جسمش و از اون خوراکایی که حالا تازه سالم هم هست بیش از اندازه نخوره و موقعی که آخا میخوره این مختصری که شایسته است برای او نخوره اون رو مگر در خونه ای سر سفره‌اش و نخوره اون رو تو مغازه یا تو بازار. تو اینجا گفتار آرامبام هست و ایراد گرفتن که این موارد که نخوره خوراکی سنگی پرخوری نکنه نخوره تو کوچه بازار اینا اختصاص فقط به تلمید اخامیم نداره که اینک در بالاتر در فصل چهارم نوشته آرامبام در موادی که ارتباط داره برای سلامتی جسم که برای همه افراد هست و نوشته اونجا که انسان نخوره به اندازه که دیگه کاملا معده‌اش پر شده باشه و همینطور نخوره در کوچه بازار. هی علاقه هنو هگود به خل آدم اینا علاقه هاییست که مرسومه در مورد همه ی افراد و به نظر من میرسه که توضیح بدیم بر طبق اصل و پایه که در کردم از دقت در گفتار هارامام که نوشته همونطور که هاخام مشخص از نظر علم و دانشش همینطور لازمه که مشخص باشه و شناخته شده باشه در اعمالش، یعنی که کافی نیست که او رفتار میکنه این رفتارها رو بلکه موظفه که لیود نیکار مشخص باشه نزد مردم شهینو میتنهه که همیشه این آقا این آخام تلمید آخام میگونه رفتار میکنه و به همین خاطر آورده اونا رو هارامبام اینجا زیرا که هر چیزی که جز به جز شده در این فصل موظف تلمید آخام که به اونا رفتار بکنه و حتی اگر و حتی این گونه که شناخته شده باشه با اونا. همونطور که خاتمه داده فصل رو اسرائیل اشر بخواه اتباهید اسرائیلی که به تو افتخار میکنه و این وظیفه نشأت میگیره از چیزی که گفته آبدین دپونیویش اها بر اون مطلبی که اومده در مسئله چباد گفتگو داره در مدیشون ریبیوسین فرماد شل بناییم میسد خات مال معنی سادهش بناها از یک طرف و مال افراد بور بی سواد از دو طرف و حالا اونجا تو که ما را سوال میکنه مای بنایی منظور از این بناها چیه؟ فهمون ریویانان اینا تلمید اخامیم هستن که مشغول هستن در بنا و آبادی دنیا تمام عمرشون و ایراد گرفته عرب دپونیویش چرا فقط اینجا در تلمود تلمید اخامی رو بنایین ذکر کرده و جواب داده که موضوع بزرگی رو به ما یاد داده اینجا که به خاطر اینکه شمکیریم که تشخیص میدن سایر افرادم که اینها باعث آباد دنیا هستن مشغول هستن در بنای دنیا و این مسئولیت سنگین و بزرگی رو بر دوش تلمید اخامیم میذاره و خیاس همچنین که این وجه مشخصشون باشه که شناخته بشن به صورت مناسب در این مسئولیتشون. بنابراین هم مقپیدیم یوتر تلمید اخامیم دقت بیشتری میکنن سختگیری بیشتری میکنن بر لباس پوشیدنشون که لباساشو کاملا تمیز و پاک باشه چرا که این بنا کردن دنیا وابسته به شیوه رفتار و شکل و حالت رفتار اونهاست و
و همینطور نوشته آرام مسیله علیه شاهیم در فصل 11 در موضوع هیلولشه که و آینیان شکل آدم و موضوع اینه که هر آدمی بر طبق درجهش و بر طبق اون چیزی که محسوب میشه در نظر افراد دورش لازمه که تعمق بکنه که انجام نده مطلبی ناشایست، چیزی که ناشایسته برای فردی مثل او، زیرا که بر طبق هرچقدر که اهمیت فرد بزرگتر میشه و علمش، همینطور شایسته است که مراقبتش هم در گفتارش در موضوعات پرستش هشم و دقتاش در اون برجسته تر باشه، و اگر این گونه رفتار نمی کنه اینک نام خدا خیلول شده به وسیله و آسشارو. این موقع آدم همیشه لباس رسمی نمی پوشه، یه موقع حالا خونه خودش یه خصوصی فلان یه تیشرت پوشیده، فکر کنم حالا یه عکس رئیس جمهور رو بذارم با تیشرت، اومده بقالی سر کوچه خرید بکنه، همه اصلا در عرض یه ساعت همه دنیا پر میشه. چرا که چنین توقعی حالا به همونا بگو آقا خود تیشرت نمی پوشی؟ میگه چرا؟ خب پس چیه که چی شده؟ میگه رئیس جمهور که نباید اینجوری لباس پوشه که. از رئیس جمهور یه توقع دیگه میده. همین حالت لعبدی نتاول تامه در مورد کابود تورا هست که کسی که بیشتر مشغول آموزش تورا است باید بیشتر از نظر شایستگی اصلاح رفتارش توقع بیشتری از اون میده، به خود میشه یه سر میزه، باید کسی که کمبود داره از این مورد نمیشه مربه برای کمبوده در مورد فردی است که بیشتر مشغول آموزش دارد، باعث بی احترامی به همون آموزش های خودشه که در واقع از شارم طورا که خونده باور نداره و زه آسه شارم، و این آسه شارم ایلولشم بزرگی هست که خداوند داده به ما توراشو، تورای مقدسشو، و دستور داده به ما که مشغول بشیم در اون برای اینکه برسیم به اون حد کمالی که برای ما بر اساس اون تیغونمون مشخص شده است. تا اینجا گفتار آرام مثل علی شاریمه، و چیزی که نوشته اونجا اولفی مش اون نهشا بینه دور و طبق اون چیزی که اون محسوم چه در نظر افراد دوره، توضیحش اینه که حتی اگه آدم فرد خودشو به عنوان تلمید خام قبول نداره و میدونه حقیقتا تلمید خام نیست، آره دو کلمه سواد ما داریم پران داریم، میدونه تلمید خام نیست، معذالک چون که افراد دیگه اون رو به عنوان تلمید خام در نظر میگیرن، خیابه که مشخص باشه باشم در اعمالش مثل تلمیداخا، و قبلا دیدم این مطلب که آورده شده به عنوان حلاخا و به صورت معمول هر کسی که میاد آموزش داد توی یشیبا توی کلر توی تلمید تورا فران اینا در نظر مردم به عنوان تلمیداخامه، دیدی حاخام و را و یه نم که دیگه نقل نبات چه صدا میزن، حالا بگو آقا ما نیستی، حالا شوخی نکنید شما خیلی متواضع هست فروتن هست که باور کنم نه فروتنی نیست، میگه ما که شما که میشناسیم که و حدیر خیخیدا و تنها رایی که حالا این تنها رایی که آرام میده علاقه تو ایران اینقدر کاربر نداره، و تنها رایی که آدم معاف بشه از این مسئولیت سنگی و از نحو فکره اینه که از یشوا خارج بشه. اینجا کافیه کسی 30 سال پیش در متورا بوده تا الان که الان میگن او فلانی که از متورا بوده علاقه‌ای بوده یا فلان بوده چرا اینجوری رفتار میکنه، دیگه به اسمش تو شناسنامه‌اش ثبت شده. امرو خزار فهمدن خزار و ایرا ربا آلف تتواب کل تلمیداخام، هر تلمیداخامی که دعت نداره، دعت معنی ساره چه دعت دانش نداره، یه خیلی خودمون خواستان کنید شعور نداره، لاشه یه حیوان مرده از اون بهتره، نبلا توبا امین بدون برای خودت که این گونه خارج شد، یاد بگرد مشربنو که مشربنو این همه جانساری که از سر مسئله ایگل این همه تفیلا خوند و حتی تا اونجا رسید که مهین اینا سیفری خاشر کاتفتا اسم من موقع از کتابی که نوشی چهل شبانه روز تحنید گرفت تا اینکه هشم گفت ساعتی که بارخا لغوت مجدد رو داد اجازه ساخت میشکان داد چقدر دقت کرد
دونه دونه سرکشی میکرد که وسایل مشکان رو اونطور که خدا دستور داده بسازن تا زمانی که حالا مشکان برپا شد. رسید اول نیسان افتاده مشکان. ولی موشه نگو من این همه زحمت کشیدم بیاد داخل، تا اینکه خدا صداش زد و یقرا، اول پارشه و سفر و یقرا، پارشه و یقرا است دیگه، و یقرا موشه خدا صداش زد که بیا تو. تا نگفته بودم بدون اجازه یک قدم داخل نگذاشت. و تو پرانده جا داره که اینجا تاکید بکنیم که خامیم به جنبه های ادب میگن دعت، در خیرست دعته که اینک شروع کرده در دعت درک شعور که گفته هر تنمیز آخامی که دعت نداره خاتمه داده تو کاری که جنبه ادبه. آدم یه جایی رو بدون اجازه وارد نشه سرش رو بندازه پایین بره تو. و در متانات که اونا توضیح داده این مطالب رو به این گونه، یه رومن میشه گفت که به این طریقه، و همینطور نوشته ریبیلیاو از که دقت کرده در هگاود و ریشه های کلمات، و همینطور از بر طبق کیهی مشرخ نکته دیگه که جای دیگه میگم، مثل این که در از مثل پینی که رو صحرا افتاده و هیچ جنبه حیات و زندگی در وجودش نیست، حالا اینا هسته را و سوال پیش بیاد بنده خدا حالا یه جنبه ادب رو آیت نکرده تا این حد که بگن روح حیم نداره فلان نداره. و قبلا نوشتم متقدمین گم و گم اینه نور رو اودم تو چشمان ما میبینه به اینه که مادامی که صورت اکلی که شکل یک ضعف هر چقدر ظریف‌تر باشه با ارزش‌تر باشه، مثلا ظروف شما سفالی داری، سرامیک داری، فلزی داری، تا برسی که خیلی ظریف و خیلی گرون قیمت باشه مثلا میشه ظروف مثلا کریستال، کریستال میرسه مثلا خیلی عالی جنسای مرغوبش فلان اینا، خیلی ظریف میشه، طرح زیبا میشه، قشنگتر میشه فلان میشه. اما هر کدوم از اینا نگاه بکنی اگه هر چقدر ظریف‌تر میشه گرون قیمت‌تره، اما همین که میشکنه اون گرون‌تره بی ارزش‌تر میشه. فلزه رو میشه دوباره ذوبش کرد، یه کاریش کرد، لعیمش داد فلان درستش کرد، اما همون شیشه یه تا دیگه بره کریستاله داره شیشه میشه که چند تیکه میشه کریستاله که اصلا خورد میشه ذرات بسیار همه جا دردسر تمیز کردنش هم بیشتره. به همین خاطر که میگه حالا تلمیدا خامی که جایگاه بالاتری داره وقتی که این جنبه ادب رو رعایت نمیکنه از خیلی های دیگه بی ارزش‌تر شده. تا اینجا گفتار که از آن که اونا آورده و توضیح این مطالب دیده میشه بعد تقیم چیزی که شنیدم از مولی و ربی ربی الیاهو زخزاراخه آورده شد در کتاب لیب الیاهو اله غالب در گفتار امسگولا که اینک وجود داره چهار نوع موجود در خلقت خداوند. بعضی ها جمادات هستن مثل سنگ، آب، خاک، اینا نه رشدی دارن نه از خودشون حرکتی دارن، هیچ فعالیتی ندارن. گیاهان هستن که رشد میکنن اما حرکت چندانی ندارن، موجودات زنده هستن که حرکت دارن و میرسه در اوجش که این حیوان ناطقه که انسان هست. حالا ایبود علی و اینا یه درجه پنجم میام میگه و آنو مسئیم و ما پیدا میکنیم که انگامی که چیزی از درجات بزرگ میفته از درجهش دیگه نیست در اون زن جنبه که بیاد مثلا یه درجه پایین ترش، بلکه همه اهمیت خودشو از دست میده، حتی اون درجه دومه بشم از بین میده. یه مثال ساده است، حالا اون دیگه در اختیار خودش نیست، ناشی از گناه و اشتباه هم نیست، مسلما وجوده یه هر آدمی از یه تیک سنگ خیلی با ارزش داره. اما دور از اون موقع که همین آدم میمیره سنگه یه جورای آدم کنارش هم میشینه احساس هم از هم مرده دوری میکنه، هم کسی که تا یه دقیقه پیش یه حالت دیگه ای داشت. اخیم علاتو و طبق درجهش همینطور تنزلشه.
گیاهی که از جا کنده میشه از محل رشدش، میبینید شروع به پلاسیده شدن میکنه فلانه، موجود زندهی که میمیره متعفن میشه، گیاهه اینقدر تعفن نداره و انسانی که از دست میده این ارزشای خودشو، در از مثال آدمی که دیوونه هست درجهش خیلی پایین تر میاد. میبینید خیلی وقتا به یه حیوان اعتماد میشه اما به یه دیوونه نمیشه اعتماد کرد، نمیشه مأموریت بهش داد این کارو بکن این کارو نکن، درک نمیکنه. و کوزاری ریودالوی میاره باز سوگی بالاتر از این چهارتا در مورد جامعه سهر و معرد ایسایل بالاتر از اونهاست و موقعی که تنظر پیدا میکنه در جک سقوطش هم متاسفانه خیلی شدیدتر که از گوی هم پایین تر میاد. و ماران حق ریسه و سرراخا فرموده که شیش عود وجود داره باز یه درجه بالاتر از درجه سهر و اون تنمید آخامه و طبق این حسابی که ما حساب میکنیم اینجا اگر حاس فشارم سقوط بکنه تنمید آخام از درجهش اون خیلی پستر از همه اینا میشه و همینه که تو اخامی تو میداش و ما هر تنمید آخامی که اون درک و شعور لازم اون دیره خرسته لازم نداره یه لاشه ایوون مرده از اون بهتره، چرا که تنزل پیدا کرد درجه تنمید آخام او سقوط میکنه خیلی بیشتر از یک حیوانی که حتی افتاده و مرده از درجهش افتاده. و این مطالب دعوی میگیره اون گفتاری که در زیر مجموعه تنمید آخامی مرمین شالوم باولام باعث سلو افزایش سلو صفا میشن، زیرا که میبینیم نزد تنمید آخامی خصایل زیبا بسیار با ارزش باعث قیدوش هشم هست و این جنبه است که باعث افزایش سلو صفا در دنیا میشه.